به نام خدا با سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان عزیز و گرامی رادمر هستم در خدمتتون هستیم با درسای مجازی conversational 70 sessions مکالمه در هفتاد جلسه بهترین روش برای یادگیری مکالمه همونطور که در درس های قبل یاد گرفتیم جملات رو میخونیم هر جمله رو به جملات زیادتری توسعه میدیم و در واقع مکالمه انگلیسی رو اینطور یاد میگیریم و بهترین روش هست که با این روش میتونیم راحتتر و در زمان خیلی سریع میتونیم مکالمه رو شروع کرده و یاد بگیریم و صحبت کنیم خب این درس توسط آموزشگاه زبان رادمهر ارائه میشه بنده رادمهر هستم شماره تلفن آیدی اینستاگرام یوتیوب و روبیکا رو میتونید در اینجا داشته باشید میریم درس پنجاه سه رو با هم ادامه بدیم جمله اول his love was single خب میخوایم بگیم که اشکش یه طرفه بود یعنی فقط یه طرف عاشق بود طرف دیگه نه his love was single اشکش یه طرفه بود اگه اینجا خانوم باشه چی میشه این آقا هست his love میگیم اگه خانوم باشه میگیم her love her love was خب جمله بعدی my favorite singer is ایرم درجی خواننده مورد علاقه من ایرم درجی هست خب my favorite singer اینجا میتونید my که نوشتیم این رو عوض کنید صفات ملکی رو با هم دیگه یاد گرفتیم my, his, her, our, their و its که از اینها میتونید استفاده کنید و این جمله رو باز توصیه بدید میتونید بگید مثلا her favorite singer is iram darji or his favorite singer is iram darji their favorite singer is iram darji or our favorite singer is iram darji اینجا اگه مفرد یا جمع باشه هیچ تغییری در فعل جمله ایجاد نمیکنه برای چی به خاطر اینکه جا فاعلمون فاعل مفرد هست پس فعلمون هم بر اساس این فاعل میاد یعنی فایلمون ربطی به صفات ملکی نداره خواننده یه نفر هست پس فعلمون هم مفرد خواهد بود جمله بعدی He is a very خب یه چیز دیگه در مورد جمله قبلی بگیم این رو شما میتونید این کلمه رو که خواننده هست اسم خواننده هست میتونید عوض کنید و اینکه به جای خواننده میتونید بگید مثلا ورزشکار مورد علاقه من فلان هست My favorite athlete is یا میتونید بگید رنگ مورد علاقه my favorite color is blue یا مثلا بتونید بگید مثلا استاد مورد علاقه من my favorite master is Mrs. Rodmer اوکی okay. جمله بعدی he is a very successful director او خیلی مدیر موفقی هست خب او مدیر خیلی موفقی هست به جای هی باز میتونیم اینجا شی بذاریم یا دی بذاریم بسگی داره به اینکه کی رو بگیم اینجا میتونیم اینجا عوض کنیم فایل ها رو قبلا یاد گرفتیم که چه فایل هایی رو میتونیم به جای زمایر فایلی قرار بدیم میتونیم مثلا بگیم My sister is a very successful director یا My brother is a very successful director برادرم مدیر خیلی موفقی هست یا میتونیم بگیم مثلا His brother is a very successful director. برادر او یا میتونیم بگیم Their brother, their sister, خواهر اونها برادر اونها مدیر موفقی هست. پس با توجه به این که فائلمون رو میخواییم کی باشه این قسمت رو میتونید عوض کنید و این رو جمله رو توسعه بدید. به جای director حالا هر شغلی که در اون شغل هستیم مثلا یکی معلمه یکی دکتر هست یکی مهندس بر حسب اون شغلی که داریم این رو میتونید باز عوض کنید مثلا میتونیم بگیم He is a very successful teacher. He is a very successful doctor. پس بر حسب اون شغلمون میتونیم این قسمت رو هم عوض کنیم و جملاتمون رو به جملات خیلی خیلی زیادتر توسعه بدیم و اینکه اینجا صفت هست سکسسفول ما موفق رو نوشتیم بر اساس صفاتی که قبلا یاد گرفتیم اینجا میتونید کامل صفت رو عوض کنید و صفت های مختلفی رو برای این بیارید خب جمعی بعدی This is the best way for speaking English این بهترین روش برای انگلیس صحبت کردن هست خب از این روش روش یکی هست میتونید از این روش استفاده کنید و زبانهای مختلف رو با این روش یاد بگیرید به جای speaking English ما میتونیم بگیم speaking Persian speaking Chinese speaking Portuguese یا سپیکن سپین سپانش یا uh, speaking, for example Turkish پس این بهترین روش هست برای صحبت کردن به زبانهای مختلف رو میتونید در اینجا بیارید که در اینجا انگلیسی رو نوشتیم I never give up هرگز از تلاش دست بر نمیدارم شما هم سعی کنید همینطور باشید I never give up هرگز از تلاش دست بر نمیدارم خب کلمه ای که میخوایم عوض کنیم گفتیم با رنگ, مط... با رنگ قرمز در اینجا مشخص شده کلمات که می‌خوایم عوض کنیم کلمه ای که در این جمله می‌خوایم عوض کنیم آی هست آی رو میتونیم بنویسیم مثلا هی شی یا وی دی یو که همه اینها رو میتونیم در اینجا بیاریم خب غیر از, صف... غیر از زمایر فائلی که در اینجا عوض کردیم میتونیم صفات ملکی به اضافه اسم بیاریم به جای زمیر فائلی صفت ملکی به اضافه اسم یعنی چی؟ مثلا میگیم My brother never gives up دقت کنید اینجا اگر سوم ب... شخص باشه است سوم شخص باید بیاد مثلا She never gives up they uh, they never give up دیگه اونجا سوم نداره he never gives up او هرگز دست از تلاش بر نمیداره give up یعنی ترک کردن که در اینجا منظورمون اینه که دست از تلاش بر نمیداره یعنی uh, ترک نمیکنه یه شغلی رو یه کاری رو که شروع کرده پس اینجا به جای آی تونستیم صفت ملکی به اضافه اسم بیاریم مثلا میتونیم بگیم در uh, sister never gives up خواهر اونها خواهر یه نفر هست پس اینجا است سوم شخص باید بیاد جمله بعدی که میخوایم بخونیم I did my best but I wouldn't put it past Donald to go back on his promises من did my best نهایت تلاشم رو کردم but I wasn't put it past Donald to go back on his promises ولی جای تجرب نداره اگه دونالد زیر گلش بزنه خب دقت کنید اینجا باز زمایر فائلی هست که میتونیم عوض کنیم ولی در اینجا با تجرب به اینکه جملهمون یه حالتی داره که زیاد نمیشه عوضش کرد میتونیم اینجا مثلا بگیم بنویسیم he did his best but uh, he didn't he wouldn't put it past Donald to go back on his promises او uh, تجرب نداره تجرب نمی کنه اگه دونالد زیر گلش بزنه اینجا در واقع هی که آوردیم اینجا میبینید I ترجمه نشده منظورمون اینه که یعنی من تعجب نمیکنم اگه دونالد زیر گلش بزنه اگه هی بنویسیم یعنی او تعجب نمیکنه جای تعجب براش نداره اگه دونالد زیر گلش بزنه پس اینجا میتونیم زمایر فاعلی رو عوض کنیم باز با تعجب فایل هایی که قبلا یاد گرفتیم میتونیم این قسمت رو عوض کنیم خب حالا میتونیم به جای آی چی بذاریم مثلا بنویسیم he did his best یادتون باشه این قسمت رو هم باید عوض کنید مثلا she did her best but she wouldn't put it past Donald to go back on his promises دقیق کنید اینجا چیز خاصی عوض نشده چرا؟ برای اینکه بعد وود اگه یادتون باشه گفته بودیم که فعل همیشه به شکل ساده خواهد اومد و بعد از دید و دید خودش بهتره بگیم بعد از دید رو نمیگیم دید خودش عوض نخش شد برای اینکه در گذشته ما اگر فاعلمون سوم شخص باشه یا بقیه فاعل ها بقیه زمان فاعلی در فعلمون که دید هست هیچ تغییری حاصل نمیشه ولی اگه زمان زمان حال ساده بود دو اگه اینجا بود باید میشد داز خب جمله بعدی I'm sorry I'm late The thing is my car is up and died I'm sorry I'm late The thing is my car is up and died ببخشید دیر کردم ماشینم یه دفعی خراب شد The thing is یعنی موضوع اینه که My car is up and died ماشینم یه دفعی خراب شد I'm sorry متاسفم I'm late دیر کردم ببخشید دیر کردم خب حالا اینجا باز میتونیم جای فائل و فعل رو عوض کرده و کلمات دیگه ای بذاریم میتونیم بگیم مثلا he's sorry, he's late. The thing is his car is up او متاسفه دیر کرده موضوع اینه که ماشینش یه دفعه خراب شده معمولا با تعجب به معنی که میخوایم در جمله به کار ببریم دقت میکنیم اگر معنی درست بود به کار میبریم اگر معنی میبینید یکم این ورون ور اومد یا معنی حالت خاصی به خودش گرفت و زیاد جالب نبود دیگه اون حالت استفاده نکنید یعنی تغییر ندید جمله رو خب جمله آخر hurt me with the truth but never comfort me with a lie حقیقت تلخ بهتر از دروغ آرامش بخش است یعنی منو با دروغت برنجون ولی هرگز من رو با دروغی که میگی آرامش نده آرام نکن خب پس دقت کنید اینجا باز اینجا زمایر مفعولی داریم بعد از فعل گفته بودیم همیشه زمیر زمیر مفعولی هست که میاد hurt me comfort me هر دو زمایر مفعولی هستند باز دقت میکنید با توجه به جملهمون اگه نیاز بود اگه تونستید از لحاظ معنی جمله رو تغییر بدید میتونید این قسمت رو زمایر مفعولی دیگه بذارید و جمله رو عوض کنید مثلا بگیم hurt him with a truth but never comfort him with a lie او رو با جمله درستت با کار درستت یا با حقیقتت برنجون ولی هرگز با دروغت او رو نرنجون که معمولا این حالت خوبی به خودش نمیگیره می بهتر از بقیه زمان مفعولی هست پس دقت کنید با توجه به معنی جمله دیگه الان یاد گرفتید که چطور جمله رو عوض کنید اگه معنیش درست اومد جمله جمله خوبی هست اگه معنیش درست نیومد سعی کنید اون رو دیگه استفاده نکنید با توجه به اینکه فائل صفت, مفعول، صفت ملکی و زمیر مفعولی و همون زمیر فاعلی که استفاده می کنید اگر تغییر در هنگام تغییر دادن دیدید حالت معنی خاصی به خودش نگرفت خیلی بد نشد معنیش درسته اگه دیدید از لازم معنی یکم خوب در نمیاد نمیاد پس اونا رو استفاده نکنید دیگه کلا یاد گرفتید و خودتون میتونید تشخیص بدید که در چه جمله جای زمیر فاعلی زمیر مفعولی و یا صفت ملکی رو عوض کنید و یا در چه جمله عوض نکنید خب با ما باشید در اینستاگرام واتساپ و یوتیوب و روبیکا Have a good time and have fun.